الرحمن الرحیم، سرخط خبرها. افشای طرح حمله داعش به سامرا و حرم مطهر عسکریین علیهم السلام. آیت الله العظما بشیر نجفی: تنها راه سعادت زنان مؤمن اقتدا به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. و کاهش 50% مصرف میوه در ایران. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین و درود بر شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری خوش آمدید. یک منبع امنیتی عالی رتبه در عراق عصر روز سه‌شنبه از نیت سنی‌های تندروی داعش برای انجام حملات علیه غیر نظامیان و مرقد امامین عسکریین در شهر سامرا پرده برداشت. این منبع فاش کرد داده‌های اطلاعاتی حاکی است عناصر داعش در حال برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات تروریستی گسترده در شهرستان سامرا از طریق هدفگیری بازارها، تجمعات بشری و حرمین عسکریین هستند. وی افزود عملیات به واسطه خودروی بمب‌گذاری شده انجام خواهد شد که از منطقه اسحاقی وارد شهر شده و در آنجا منفجر می‌شود. قابل ذکر از شهر سامرا از سالها پیش شاهد ثبات امنیتی است و تنها مناطق اطراف آن در معرض حملات مکرر سنی‌های تندروی داعش قرار می‌گیرد. جمعی از شیعیان لبنان با آیت الله العظما شیخ بشیر نجفی از مراجع تقلید شهر مقدس نجف دیدار کرده و معظم الله توصیه‌هایی در خصوص اصلاح فرد و جامعه بیان کردند. آیت الله العظما بشیر نجفی تأکید کردند انسان باید برای ارتقا در مراتب تقوا و قرب الهی تلاش کند و این امر تنها از طریق محاسبه نفس در سخن و عمل و مقایسه آن با حق امکان پذیر است و اگر عمل مخالف با حق بود باید برای اصلاح آن تلاش کرده و طلب مغفرت کند. معظم الله حفظودند خسارت بزرگ برای فرد مؤمن در روز قیامت این است که اعمال نیکوی خود را به خاطر اشتباهاتی که در حق دیگران کرده از دست بدهد. آیت الله العظما بشیر نجفی با بیان اینکه انسان باید از این دنیا برای اصلاح و تغییر به سمت بهتر استفاده کند اشاره کردند محاسبه نفس بهترین راه برای اصلاح فرد و جامعه و تغییر آن به سمت بهتر است. ایشان در پایان بیان داشتند زنان مؤمن باید به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اقتدا کرده و از سیره مبارک و اخلاق نیکوی آن حضرت پیروی کنند و به حجاب آن حضرت آراسته شوند، زیرا این امور تنها راه تحقق سعادت دنیا و آخرت و دستیابی به شفاعت حضرت زهرا سلام الله علیها در روز قیامت است. مردم ایران طی سالیان گذشته مشکلات اقتصادی فراوانی را تجربه کردند. حالا این مشکلات به خرید میوه رسیده تا جایی که مصرف میوه در این کشور 50% کاهش یافته است. گزارش همکارم علی اکبری را با هم می‌بینیم. ایران کشوری چهار فصل با میوه‌های متنوع و طبیعتی فراگیر، اما مردم این کشور به دلیل کاهش توان خرید نمیتوانند آنگونه که باید از این مواهب استفاده کنند. در همین راستا رئیس اتحادیه بارفروشان در ایران گفته میزان عرض سیفیجات در میادین افزایش یافته، اما از سوی دیگر تقاضا کاهش یافته است. دارایی نژاد علت کم شدن تقاضا را کاهش 50% قدرت خرید مردم عنوان کرد. وی همچنین با اشاره به وفور انواع پیاز در میادین گفت در زمینه عرضه سیب زمینی و پیاز با مشکلی مواجه نیستیم.
او ادامه داد پیاز در اصفهان، تبریز و بندر عباس به اندازه کافی تولید می شود و همکنون بیش از نیاز داخلی پیاز در انبارها موجود است. دارایی نژاد با اشاره به کاهش قیمت 10-15% برخی سیفیجات و سبزی ها در میادین تصریح کرد. هویج، کاهو، کاهو پیچ، شلغم، گل کلم در روزهای اخیر افت قیمت را تجربه کردند. وی در این حال از آن نمود که این کاهش قیمت ها نتوانست عدد بزرگ کاهش خرید مردم را پاسخگو باشد. این فعال اقتصادی تصریح کرد این کاهش توان خرید تا آنجا پیش رفته که میوه هایی از قبیل پرتقال، کیوی، انار، سیب و نارنگی در میدان مانده است. وی در این حال مدعی شد که قیمت میوه ها در شب یلدا افزایش چندانی نخواهد داشت. دارایی نژاد با بیان اینکه از 20 آذر میوه های شب یلدا در میدان عرضه خواهند شد تصریح کرد قیمت انار بنا به کیفیت مشخص می شود. به عنوان مثال قیمت انار ساوه کیلویی 10-18,000 تومان، قیمت انار شیراز کیلویی 15-23,000 تومان و قیمت انار دماوند کیلویی 25-30,000 تومان در میدان خرید و فروش می شود. وی با اعلام قیمت انواع هندوانه نیز گفت قیمت هندوانه ساکاتا کیلویی 5,000 تومان و قیمت هندوانه بیزی صادراتی کیلویی 6-7,000 تومان است. او مشخص نکرد که این قیمت ها با چه میزان افزایش به دست مصرف کنندگانی میرسد که به گفته خود او دیگر توان خرید میوه هم ندارند. تعداد زیادی از مردم در ایران به دلیل تورم‌های شدید بسیاری از مایحتاج زندگی خود مانند گوشت و مرغ و میوه را از سبد خانوار حذف کرده و یا کاهش دادن. این حذف‌ها و کاهش‌ها که به فراخور تورم‌های به وجود آمده در سال‌های گذشته و اکنون با نوسانات افزایش مختلفی همراه بوده است، می‌تواند سلامت جامعه را به خطر بیندازد. جامعه‌ای که از کمبود دارو نیز رنج می‌برد. علی جمعه مفتی سابق مصر و عضو هیئت کبار علمای الازهر طی اظهاراتی به وجود سر مبارک امام حسین علیه السلام در مصر اشاره کرد. وی در اظهاراتی مدعی شد مورخان و سیر نویسان اتفاق نظر دارند که پیکر مطهر امام حسین علیه السلام در محل شهادتش در کربلا دفن شده، اما سر مبارک آن حضرت را شهر به شهر بردند تا اینکه در منطقه اسقلان در بندر فلسطین و نزدیک بندرهای مصر و بیت المقدس استقرار یافت. وی در صفحه فیسبوک خود با استناد از المقریزی نوشت سر مبارک امام حسین علیه السلام 8 جمادی الثانی سال 548 هجری قمری از اسقلان به قاهره منتقل شد و یک سال در کاخ زمرد دفن شد تا اینکه در سال 549 هجری قمری مرقدی برای دفن آن ساخته شد. او که همچنان عضو الازهر است با استناد به منابع اهل سنت گفت اجماع بر این است که سر مطهر از اسقلان به قاهره رسیده و آن را به سرداب کاخ زمرد آورده و پس از آن در مرقد کنونی در قاهره دفن کردند. صوفیان مصر نیز با تکیه بر این اجماع ورود رأس مطهر امام حسین علیه السلام به این کشور را جشن می‌گیرند. این در حالی است که بر اساس منابع تاریخی شیعیان سر مبارک سید الشهدا علیه السلام در کنار پیکر مبارک آن حضرت در شهر مقدس کربلا دفن شده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در کابل پایتخت افغانستان بین حدود 3000 خانواده پول توزیع کرد. در جریان این کمک رسانی مالی به هر خانواده نیازمند مبلغ 7000 افغانی معادل 74 دلار پرداخت شد. دریافت کنندگان این کمک مالی خانواده هایی بودند که از بحران اقتصادی و انسانی حاکم بر این کشور که از زمان به قدرت رسیدن سنی های تندروی طالبان شدیدتر شده به شدت رنج میبرند. آژانس های کمک رسانی بین المللی هشدار دادند که با ادامه وضع موجود
بیش از نیمی از جمعیت 38 میلیونی افغانستان در زمستان امسال با گرسنگی مواجه خواهند شد. بسیاری از کسانی که کمک دریافت می کردند خانواده هایی بودند که تنها نانآور خانه در پی تسلط سنی های تندروی طالبان کار خود را از دست داده است. در ماه‌های اخیر تورم و بیکاری در افغانستان افزایش یافته و کمک‌های بین‌المللی که 75% از بودجه دولت پیشین تحت حمایت ایالات متحده را تأمین می‌کرد متوقف شده است. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی، خدا نگهدار.